دکتر سید محمد نقوی از کراچی پاکستان با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. بزرگوارید. آقای دکتر، آیا موضع‌گیری‌های مقام‌های پاکستانی در اقدام مثبت سازمان‌های بین‌المللی به نفع مسلمانان منطقه کشمیر می‌تونه تاثیرگذار باشه؟ عرض کنم خدمتتون که بله، به هر حال تأثیرات که داره نسبت به اینکه آگاه سازی و اینکه این مسئله فراموش نشه در این گذر زمان، چون به هر حال مسئله ای هست که نزدیک 70 و چند سال هست، از 1947 تا الان مشکل بین پاکستان و هند و بعد حالا مقداری هم چین هم توش شامل هست، این مسئله دعوا سر این منطقه هست و این بیانیه ها در حال تأثیرات خودشون نسبت به اینکه فشار سیاسی بر کشور هند، دولت هند و حالا سازمان‌های بین‌المللی وارد بکنه که این مسئله رو به سمت یک حلی ببرند، تأثیرات خودش رو داره و خب اقدامات عملی باید بعد در ورای این قضیه باشه که حالا پاکستان ظاهرا سعی خودش رو کرده در این زمینه، حتی سازمان‌های بین‌المللی هم بعضی وقتا یه صحبت هایی میکنن، ولی خب اقدامات عملی باید انجام بشه بعدش که به سمت رفراندوم یا حالا به هر حال یک حل دیگه ای اگر در پیدا بشه برای این کار به اون سمت برن، که حالا باید ببینیم چه وقت این تلاش ها نتیجه خواهد داد. بله، بیانیه های احزاب کشمیری چه تأثیری در این زمینه میتونه داشته باشه؟ بیانیه های احزاب کشمیری، خب اون مردم کشمیر خب یک صدایی دارن و خب بعد از واقعی که در سال 2019 پیش اومد، خب یه مقدار محدودیت ها اونجا بیشتر شده ظاهرا در کشمیر و خب ما از اوضاع درست اطلاعات درستی از اوضاع کشمیر هنوز نداریم، ولی خب این بیانیه نسبت به اینکه صدای مردم کشمیر شنیده بشه و در جهان به مردم جهان برسه صداشون که اینا در این موزل درگیر این موزل هستن و راه حلی هنوز براشون به دست نیومده و خب خودشون هم میخوان که این مسئله حل بشه، خب این تأثیرات خودشو داره و نسبت به همین که عرض کردم که جامعه جهانی آگاه بشه و به این سمت بره که مثلا سازمان ملل نقش خودش رو ایفا بکنه. سازمان ملل مثلا یک بیانیه هایی که صادر میکنه، قطعنامه هایی که صادر میشه در سازمان ملل، خب خیلی هاش ما میبینیم که نتایج عملی نداره. خب این تلاش ها یواش یواش حمایت میکنه از اینکه این قطعنامه ها و این بیانیه ها به سمت نتایج عملی بره انشاءالله. ولی در مجموع با توجه به رویکرد دولت افراطی هند، آینده منطقه کشمیر را چگونه ارزیابی میکنید؟ مشکل کشمیر خب صرفا نمیشه گفت، شاید هند هم دخیل هست و خب از همون اوایل که حتی این مشکل کشمیر با مسلمان ها و این معضلاتش مال سابقه تاریخی داره، مال قبل از تشکیل پاکستان و هند هست و خب خود بریتانیا هم در اون زمانی که این پاکستان و هند تشکیل شدن و مستقل شدن از دولت بریتانیا، خب یه نقشی در این ایفا کرد، این مسئله کشمیر به این شکل در اومد و خب هیچی معلوم نمیشه. هند مثلا از 1949 تا حالا هنوز قبول نکرده که رفراندومی اونجا برگزار بشه با توجه به اینکه اکثریت منطقه، مردم منطقه مسلمان هستند و خب این یک مشکلی بود که از قبل با حکام سیک و حکام هندوی اونجا داشتن، این بعد که حالا این دولت هند هست الان و ما فقط امیدواریم، میتونیم امیدوار باشیم به اینکه یواش یواش به یک نتایجی برسیم که این مشکل حل بشه. مثلا تو همون قضیه که سال 2019 اتفاق افتاد، خب یک قطعنامه سازمان ملل رو یه جورای هند زیر پا گذاشت و خب هیچ نتیجه ما ندیدیم، حتی مثلا کشورهای مسلمان هم در این زمینه خیلی نقش مثبتی ایفا نکردن و حالا نمیشه هیچ پیش بینی کرد در این زمینه که چطور میشه که به یک نتیجه برسیم در این زمینه به زودی انشالله.